با سلام خدمت مخاطبین فرادرس، در خدمت شما هستیم با دوره آموزشی تبدیل متن به تصویر با استفاده از هوش مصنوعی استیبل دیفیوژن. من سینا عادتی هستم و این افتخار دارم که در این دوره آموزشی در کنار شما عزیزان باشم. قبل از هر چیز لازم میدونم از اعتماد و حسن توجه شما به این دوره آموزشی کمال تشکر رو داشته باشم. امیدوارم در پایان این دوره بتونم مفاهیم اصلی و کاربردی این دوره رو به شما عزیزان انتقال بدم و در پایان دوره شما بتونید با استفاده از خلاقیت و نوآوری خودتون آثار هنری زیبایی رو ایجاد کنید و بتونید از این دوره کمال استفاده و بهره رو ببرید. خب در ابتدا در مورد فصل اول دوره صحبت می‌کنیم که مقدمه و تعاریف هست. ابتدا باید بدونیم که استیبل دیفیوژن چی هست. استیبل دیفیوژن یک مدل تبدیل متن به تصویر بر مبنای یادگیری عمیق است که در سال 2022 در دسترس همگان قرار گرفت. در مرحله اول از اون برای تولید تصاویر با جزئیات بالا بر اساس توصیفات متنی استفاده میشد که بهش گفته میشه text to image یا TXT to ING، ولی در کنار اون میشه از اون برای استفاده در تکنیکایی مثل این پینتینگ، اوت پینتینگ و تولید تصاویر بر مبنای تصاویر اصلی که بهش میگن image to image یا ING to ING هم استفاده کرد. وزنها و مدلهای SD در دسترس همگان قرار گرفته شده و میشه اون روی کامپیوترهای شخصی که گفته میشه حداقل 8 گیگابایت حافظه گرافیک دارند استفاده کرد. البته با تکنیکایی میشه اون روی حافظه گرافیک پایین‌تر هم اجرا کرد. من خودم این روی حافظه 2 گیگابایت هم تست کردم روی کارت گرافیک GTX 850، اما سری RTX NVIDIA مخصوصا کلا باهاش میشه روی این مدل کار کرد. خب هر چی حافظه گرافیک و پردازشش پایین‌تر باشه، زمان مصرف شده برای تولید یک تصویر بالاتر خواهد شد و ممکنه هم یک مقدار با افت کیفیت همراه باشه و ممکنه هم در اکثر اوقات شما نیاز باشه که جهت اینکه خطاهای کمبود حافظه به شما داده نشه، ابعاد تصویرتون رو مجبور بشین اینکه کوچیک‌تر کنید که بشه از اون کارت گرافیکتون استفاده کرد و این مدل رو اجرا کرد. خب مزیت اصلی این روش در مقایسه با سرویس هایی مثل میدجرنی این هستش که اون سرویس ها کلن ابری هن، یعنی که محدودیت هایی داره از نظر هزینه، از نظر تعداد اجرا. اما این مدل وقتی شما روی کامپیوتر شخصیتون اجرا میکنید نیاز به سرویس ابری نداره، نیاز به اینترنت نداره، به صورت آفلاین روی کامپیوتر شخصیتون بدون محدودیت قابل اجرا است و فقط همونطور که خدمتتون عرض کردم تنها کلیدش داشتن یک کارت گرافیک هستش که قدرت پردازشی مناسبی داشته باشه بتونه کار شما رو تو این زمینه انجام بده. خب مدل استی هم از یک دیتا سری استفاده میکنه که این دیتا ست بر مبنای میلیاردها تصاویر از سراسر وب ایجاد شده. گرچه تصاویری که شما تولید میکنید کپی رایت نداره، یعنی نمیشه کسی ایراد بگیره به کپی رایتش، اما خود این استی چالنجی که دارن این هستش که گفته میشه بر اساس تصاویری ساخته شده که خود اون تصاویر کپی رایت دارن. خب این چالنجی هست که فعلا توسعه دهندگان در حال درگیری باهاش هستن. خب دوستان عزیز، در ادامه این دوره در مورد محدودیت های استی صحبت میکنیم و اینکه چه مشکلاتی ممکنه در طول کار با این مدل باهاش روبرو بشیم. در بعضی حالات با مشکلاتی مثل عدم دقت و افت کیفیت تصویر ممکن مواجه بشیم. نسخه اولیه استی بر اساس مدل هایی بودن که این مدل ها آموزششون با تصاویر با ابعاد 512 و 512 بوده. باعث میشه که اگه کاربر بخواد تصویر خروجیشو طوری باشه که ابعادی متفاوت با این ابعاد باشه، باعث میشه که کیفیت نهایی تصویرش افت کنه. البته خب شاید براتون سوال مطرح بشه که خب 512 و 512 اگه بخواد به عنوان خروجی تصویر باشه ابعاد بسیار پایینی هست و نمیشه نهایتا تصویر با کیفیتی رو باهاش ایجاد کرد. اما خب در موردش بعدا صحبت خواهیم کرد که روش هایی وجود داره که بشه آپسکیل کرد تصویر رو، یه تصاویر با ابعاد کوچیک رو به همراه افزایش کیفیت و افزایش جزئیات اونو به ابعاد بزرگتر تبدیل کرد. خب شاید قدیم شاید تو فتوشاپ یا نرم افزار دیگه وقتی تصویر ریسایز میکردن تصویر میشه خیلی راحت ابعادش تغییر داد، اما خب کیفیتی به تصویر اضافه نمیشه، جزئیاتی به تصویر اضافه نمیشه. اما در این مدل این قابلیت وجود داره که شما بتونید به همراه افزایش ابعاد افزایش کیفیت و جزئیات رو به همراهش داشته باشه که در موردش صحبت خواهیم کرد در ادامه. خب پس این مشکلات وجود داشت. در مدل نسخه 2 استی این مشکل تا حدودی برطرف شده. در مدل سری 1 که معروف ترینشون سری 1.5 هست که ما در این دوره در موردش صحبت خواهیم کرد، ممکنه این مشکل وجود داشته باشه تا حدودی ممکن شما باش مواجه بشین، اما در نسخه 2 ابعاد تصویر خروجی به 768 تا 768 افزایش پیدا کرد.
که باعث شد یه مقداری این مشکل تا حد زیاد البته میشه گفت برطرف بشه. خب مشکل دیگه وجود داره، تولید تصاویر مربوط به اعضای بدن هست که به علت کیفیت پایین تصاویری که در دیتابیس اصلی وجود داشت، اعضایی مثل چهره انسان و مخصوصا انگشتان دست با عدم دقت و کیفیت پایین مواجه بشه. ممکنه مثلا تعداد انگشتان بیشتر از اندازه باشه، کمتر از اندازه باشه، ممکنه اصلا شکل انگشتان متفاوت باشه، چهره انسان آناتومیش فرق کنه و مشکل دار باشه و اونجوری که مورد توجه و مورد پسند باشه نباشه. خب این به خاطر اینکه اون تصاویری که در وب بوده و باش مدل آموزش دیده مشکلات مختلفی داشتن دیگه، در مورد کیفیت یا ابعاد یا هر چیز دیگه. مشکل دیگه این است که در مورد تصاویری و مواردی که شما میخواین روش کار کنید و در دیتاست اصلی موجود نباشه، مثل تصاویر انیمیشن، تصاویر کارتونی به عنوان مثال، برای این کار نیاز است که دیتا جدید داشته باشین و دوباره یک مقدار روی خود مدل عمل ترینینگ یا آموزش انجام بشه. خب میشه گفت تا حدی این کار شاید چالش هایی داشته باشه. البته مدل های فاین تیون شده از سری 1.5 ممکن تو اینترنت و 100% هستش. مدل های دیگه هم هست که بیسشون مدل 1.5 هست و اومدن اونو فاین تیون کردن، یعنی اونم برای کاربری های خاص اونو مجدد آموزش دادن و دیگه با اون میشه تصاویر جدیدتری که در دیتابیس سری 1.5 باهاش مشکل داشتن و با اون مدل های جدید ایجاد کنن. خب خود فرآیند فاین تیون کردن به کیفیت تصاویر جدید و ابعادش بسیار حساسه. تصاویر اگه رزولوشنش پایین باشه یا رزولوشن متفاوت با رزولوشنی باشه که مدل اصلی باهاش آموزش دیده، ممکنه باعث افت کیفیت تصویر یا حتی اصلا توقف و نقص تو فرآیند یادگیری بشه. یک مشکل دیگه هم که وجود داره، خود فاین تیون کردن ممکن در دسترس همگان قرار نگیره، به خاطر اینکه فاین تیون کردن مدل اصلی برای داده‌های جدید، علاوه خصوص وقتی داده زیاد و کیفیتشون بالا باشه، نیاز به حافظه گرافیکی بسیار زیادی است که گاهی اوقات ممکن به اندازه 30 گیگابایت باشه. در کارت گرافیکی در بازار هست و شاید از نظر قیمتی در رنج خرید اکثریت باشه، به عنوان مثلا سری RTX، سری 30 و 40، حد اکثر میشه که شاید 12 گیگ باشه یا 16 گیگ باشه یا حتی در سری مثلا 4090 24 گیگ باشه، اما هیچکدومشون معمولا 30 گیگابایت تا کارت گرافیک معمول نمیشه برای فرآیند فاین تیون استفاده کرد. خب دوستان عزیز، در ادامه دوره در مورد ویژگی‌های مدل اس‌ای صحبت می‌کنیم. همونطور که خدمتتون عرض کردم، ورژن‌های فاین تیون شده اس‌ای میشه از اون برای کاربری‌های مختلف استفاده کرد. تصویربرداری پزشکی، تولید موزیک از تصاویر، تولید انیمیشن. شما اگه در اینترنت سرچ کنید، چند تا سایت معروف هستن که میشه از اونها مدل‌هایی رو دانلود کرد که بر پایه مدل استی، مخصوصا مدل 1.5 هستن که بسیار پرکاربرده. یعنی شما اون مدل ها میتونید دانلود کنید و بیاین برای کاربری خاص، به عنوان مثلا برای تولید تصاویر انیمیشن، برای تولید تصاویر نقاشی با یک سبک خاص، برای تولید تصاویر طبیعی، برای تولید مخصوصا تصاویر حیوانات، یک مدلی که فقط برای تولید تصاویر حیوانات فاین تیون شده و یا مدلی که برای تصاویر طبیعی فاین تیون شده، از اونها استفاده کنید و بیاین آثار هنریتون رو خلق کنید. گرچه روش‌هایی هم هست، شما میتونید بیاین از ترکیب چند تا مدل برای خودتون یک مدل جدید بسازید. یک مدل‌هایی در اینترنت پیدا کنید که مرج هستن. خب یعنی که ترکیب چند تا مدل هستن، اومدن خصوصیات چند تا مدل رو با هم مرج کردن و اومدن یک مدلی درست کردن که به عنوان مثال میشه ازش یک مدل کار ترکیبی ازش استفاده کرد. خب مدل استی همونطور خدمتتون عرض کردم، قابلیت تولید تصاویر با استفاده از تگ ها یا کلمات کلیدی که بهش میگن پرامپت رو داره که بهش میگن تکست تو آی ام جی. این پرامپت مجموعه ای از تگ هاست. خود تگ ها ممکنه ترکیبی از یک یا چند کلمه باشه که این که کلمه به چه صورت نوشته بشه، به چه صورت ازش استفاده بشه و چه تعداد کلمه باشه، یعنی چند تا تگ داشته باشه، خودش بحثی هست که ممکنه محدودیت هایی باشه در این زمینه. و استیم یاد این تگ ها رو که در مجموع میشن پرامپت رو تفسیر میکنه و با استفاده از این تفسیر میاد فیچرهای موجود در مدل رو که ازش استخراج شده و آموزشی دیده میاد تبدیل به تصویر خروجی میکنه و شما در نهایت ممکن چند تا تصویر به شما بده. از بین اون تصاویر میتونید تصویر مد نظرتون رو انتخاب کنید، یا اینکه اگه تصویر مد نظرتون اونجوری که دل بخواهتون بود نبود، بیاد پرامپت ها و تگ ها رو تغییر بدید و اونقدر این کارو انجام بدید تا اینکه تصویر نهاییتون اون که مد نظرتون هست به دست بیارید.
خب میشه از تصاویر موجود برای افزودن المانایی به اون استفاده کرد. یعنی میشه شما یک تصویر داشته باشید، برخلاف حالت قبل شما فقط با متن این کار انجام میشه، شما یک تصویر به مدل میدید، یک پراپت براش میمیسید که پراپت هم میتونه مجموعه از تایپ ها باشه و شما با استفاده از این پراپت میایید در تصویر المان یا المان هایی اضافه میکنید، برای نهایت تصویر نهاییتون میشه تصویر اولیه به علاوه المان هایی که مدل با استفاده از پراپت ها اومده بهش اضافه کرده. همچنین میشه تصاویر رو که شما دارید برای تغییر بخشی از اون از این مدل استفاده کرد. یعنی اون تصویر به مدل میدید، میاد یک بخشی از اون تصویر رو انتخاب میکنید، یک پراپتی براش میمیسید که بهش میگن این پینتینگ، و با استفاده از اون پراپت میای اون ناحیه رو تغییر میدید، درست مثل حالتی که شما تو فتوشاپ داشتین و میان یک قسمتی از تصویر رو ادیت میکنید. اما اینجا کاملا عمل هوشمند با استفاده از هوش مصنوعی، شما فقط می‌نویسید که چی می‌خواید، ناحیه رو انتخاب می‌کنید و حالا مدل میاد یک تفسیر می‌کنه دیگه. ممکنه تصویر خروجی که به شما میده اون چیز مد نظرتون باشه یا نباشه. حالا شما اونقدر این کار تکرار می‌کنید، ناحیه پینتینگ رو تغییر میدید، تنظیماشو تغییر میدید، پراپتتون تغییر میدید تا اینکه اون ناحیه که می‌خواید مد نظرتون قرار بگیره. در مورد این موارد در ادامه دوره صحبت خواهیم کرد. همونطور خدمتتون عرض کردم از استی باید در سیستمایی با حداقل 8 گیگابایت جی پی یو استفاده کرد. گرچه گفتم خدمت شما با مدل با گرافیک پایین‌تر میشه استفاده کرد، اما خب یک تکنیکای خاص داره و همچنین میشه از مدل‌های استفاده کرد. فلوت 16 اصلا به جای فلوت 32، فلوت 16 مدل‌هایی هستن که دقتشون نصف فلوت 32 هستش، حجمشون هم یه مقدار کمتر است از فلوت 32 و نتیجه نهاییشون خیلی تفاوت چشمی رو با فلوسیودو نداره. این فلوسیودو 16 چطور مشخص میشه؟ در خود ناحیه اون سایت که شما دارید دانلود میکنید به شما میگه این مدل فلوس 16 یا فلوس 32. خب اون فلوسیودو حجمش بیشتره، یعنی اگه فرضاً 4 گیگابایت باشه فلوس 16 هولوش 2 گیگابایت به عنوان مثال. میتونید از این روش استفاده کنید تا اینکه اون حافظه گرافیکتون کمتر مورد نیاز باشه. دوستان عزیز، در این بخش در مورد اصول کلی صحبت خواهیم کرد. همونطور خدمتتون عرض کردم قابلیت تبدیل متن به تصویر تکست تو آی ان جی نام داره و تصاویر بر اساس تفسیر مدل از پراپت تولید میشن. تصاویری که شما تولید میکنید یک واترمارک نامرئی داره. این واترمارک چی هست؟ چیزی از شبیه به متادیتایی که در فایل ها وجود داره. خب این واترمارک ها یه سری اعداد متنیه که شامل پراپت ها و نگاتیو پراپت هایی که شما برای تولید تصویر ازش استفاده کردید. همچنین علاوه بر اونها اطلاعات مربوط به سامپلر، اطلاعات مربوط به سامپلر استپس ها، اطلاعات مربوط به سیدتون، اطلاعات مربوط به نام مدلتون، هش مدلتون و سایر اصلا کلن کل اطلاعات مربوط به جنریشن، یعنی یا تولید تصویرتون که ازش استفاده کردین، در این تصویر توسط واترمارک ذخیره میشه. این واترمارک ها که حالا توی خود محیط نرم‌افزار بهش میگن پی ان جی اینفو، یعنی این اطلاعاتی که توی فایل پی ان جی ذخیره میشه همراه فایل. شما هر تصویری که تولید میکنید این اطلاعات درش اتوماتیک ذخیره میشه و شما میتونید به عنوان مثال یک تصویری که تولید کردین و بسیار عالی شده به دیگه تصویر نهاییتونه و خیلی قبول دارید اون تصویر، میتونید یه جور نگه دارید. اگه خواستید تصویری بر اساس اون درست کنین، اون تصویری که دارین رو میاد ازش استفاده میکنید، از اون اطلاعاتش که بدونید که چه پارامترهایی استفاده کردید برای تولید اون تصویر. گاهی اوقات شما تعداد مدلاتون زیاد میشه و حجم کارتون زیاد میشه و نمیدونید این تصویر رو چجوری تولید کردید. از توی این واترمارک ها، یعنی همین اینفو که در این پی ان جی ها هست، میشه متوجه شد که شما از چه روشی، از چه پارامترهایی، از چه تنظیماتی استفاده کردید. چون یک تصویر، حالا در ادامه در موردش صحبت میکنیم، وقتی تولید میشه شما کافیه که یک تغییر جزئی در یک پارامتری بدید. به عنوان مثال در پراپتتون یک کلمه کوچیک رو اضافه کنید، اون تصویر کلاً تغییر میکنه. این ممکن تمام پارامتر ثابت باشه، فقط شما یک تگ اضافه کنید به داخل پراپت، اون تصویر تغییر میکنه کلاً. ممکن شما سامپلرتون عوض کنید، بله تصویر تغییر میکنه. ممکن تعداد استپ‌های سامپلر تغییر بدید، تصویر تغییر میکنه و شما دیگه نمیتونید اون تصویر اصلی که خیلی خوب بوده و مورد قبولتون مدل رو تولید کنید و بدونید که بچه پارامتری. بنابراین واترمارک از این نظر بسیار مهمه. شما ممکنه تو اینترنت یک تصویری رو ببینید که خیلی خوشتون بیاد و اون تصویر رو میاد توی نرم‌افزار از بخش پی ان جی اینفو، واترمارکش میبینید با چه روشی، با چه همون پراپت و با چه نگاتیو پراپتی، با چه تنظیماتی اون رو تولید کرده. حالا شما اگه بیاین این تصویر خروجیتون رو ادیت کنید، مثلا در نرم‌افزار فتوشاپ
بیان یک بخشش رو حذف کنید، یک بخشی بهش اضافه کنید، یک تغییر جزئی حتی در تصویر ایجاد کنید یا اینکه اون رو ریسایز کنید. با این کار باعث میشه که واترمارکاتون کلا حذف بشه. پس اون تصویر اصلیتون رو سعی کنید که دیگه بعد از اون ادیت نکنید، که اون واترمارک در داخلش باقی بمونه. گاهی وقت شما نیاز دارین که به عنوان مثال این تصویر رو در اختیار دیگران قرار بدین، ولی خب دیگه نیاز به توضیح نیست، توضیح نیاز اون تصویر رو بدین به طرف مقابل، طرف خوش باشه از این واترمارک میتونه روشی که شما استفاده کردید رو به قول معروف دیگه متوجه بشه و بدونه که شما دیگه چه مدلی استفاده کردید، چه تنظیماتی استفاده کردید، ولی نیاز به توضیح اضافی نباشه. اما اگه این واترمارک نباشه، شما دیگه شاید اصلا دیگه نتونید اون تصویر رو عیناً تولید، چون نمیدونید از چه پارامتری استفاده کردید برای تولید اون تصاویر. خب همراهان عزیز، در ادامه دوره قصد داریم با بعضی اصطلاحاتی که ممکنه خیلی به گوشمون بخوره، ممکنه خیلی باش روبرو بشیم صحبت کنیم و بدونیم که اصطلاحات معنیشون چی هستش. خب اولین اصطلاح CKPT هست، یک پسفند فایل هست برای مدل ها و سایز فایل جانبی. CKPT فرمت اوریجینال مدل های چکپوینت. مدل های چکپوینت به اصطلاح هم مدل های اصلی کار با استیبل دیفیوژن است که پسفند CKPD دارن، که خلاصه ای است از چک پوینتی که شما بعضی حروفش رو حذف کنید میبینید که میرسیم به CKPD. خب اما حالا مزیت معایب داره، بیشترش معایب به واسه میشه گفت، چون حاوی کدهای مخرب پیکل هستن، چون اینا بیس این مدل ها بحث پایتون هست و در پایتون یه سری بخش ها هستن که ممکنه بهش گفته میشه پیکل، ممکنه با اجرای این مدل اون پیکل ها اجرا بشن و ممکنه یک کد مخربی، حالا ممکنه ویروسی باشه، یک کدی باشه که به سیستمتون آسیب برسونه، به دیتا هاتون آسیب برسونه، اجرا بشه. بنابراین فرمت های CKPT جز این که شما بتونید با ابزارهای خاص اون فایل رو که پسوند CKPD رو اسکن کنید و بدونید که مثلا مشکلی نداره، یا اینکه از یک سایت های معتبر این فایل ها تهیه کنید که همشون سایت معتبر همشون اسکن میکنن فایل ها رو برای اینکه پیکل مخرب داخلش نباشه. خب پس در برخورد با فایل CKPD سعی کنید اطلاع اون از سایت معتبر دانلود کنید و اگر مطمئن نیستید میتونید با یک سری ابزارهایی که تو اینترنت هست به عنوان اسکنر CKPD که میان چک میکنن که فایلتون مشکل پیکل نداشته باشه. خب حالا پیکل فرمت پیش‌فرض وزن مدل پایتورچ. پایتورچ هم یکی از کتابخونه‌های دیپ لرنینگ است در پایتون، حالا اونایی که کار کردن باش آشنا هستن. پیکل زمینه اجرای کدهای مخرب، این کدهای مخرب میشه توش اجرا کرد. حالا زیاد دوباره بحث تخصصش نمیشیم و میشه با روشهای اونو به فرمت سیف تنسورس تبدیل کرد. سیف تنسورس رو در موردش صحبت میکنیم، از اسمش هم مشخصه، سی تنسورهای امن هستن به اصطلاح، که میشه اونو تبدیل کرد دیگه مشکل از نظر اجرای کد مخرب پیکل توش نباشه. حالا خدمتتون از وبسایت‌های معتبر اگه باشن، بابت وجود پیکل در فایل‌های خودشون هشدار میدن به شما و بغل دست اون فایل معمولا یه گزینه می‌نویسن که پیکل وجود داره در این فایلی که شما قصد دارید دانلود کنید. حالا سیف تنسورز هم یک پسوندش، یه اکثرا با این پسوند کار می‌کنن و همون هست، هیچ فرقی با CKPT از نظر کیفیت کار نمی‌کنه و به قول معروف که امتر است و جدیدتر از مدل های چک پوینت یا فرمت CKPT است. هیچ کد مخربی حتی اگه درش وجود داشته باشه اجرا نمیکنه و کاملا امنه، از اسمش هم مشخص سیف تنسورس. و خود بهینه‌سازی هم شده، حجم مدل هم کمتر شده، سرعت و کارایش هم افزایش پیدا کرده. اصطلاح دیگه پروند هست. ممکنه شما در فایل هایی که دانلود میکنید ممکنه حالا در توضیحات نوشته باشه پروند، یا اینکه در خود اسم فایل نوشته باشه پروند. پروند یعنی چی؟ پروند اگه شما در دیکشنری بزنید نمیشه هرس کردن، یعنی شاخه‌ای که درخت‌ها که میزنن به اسم پروند، ولی در مدل‌ها یک کار تقریبا مشابه هرس کردن است دیگه، یعنی داده‌های غیر مرتبط با جنریشن از مدل هست شده. شما اگه به عنوان مثال یک مدل بر پایه استی پروند نشده رو دانلود کنید، ممکنه حجمش هولوش 7 گیگ باشه، اما اگه پروند باشه میاد هولوش شاید 2 گیگ یا 3 نزدیک 4 گیگ، حالا بستگی داره اونم میگه، ولی معمولا هولوش 1.98 تا 2 گیگ میشن به اصطلاح، که علتش اینه که داده‌های غیر مرتبط با جنریشن تصویر حذف میشن. یعنی شما میاد چیکار میکنید؟ داده‌هایی که مرتبط است با ترنینگ تصویر ازش حذف میشه و داده‌های مرتبط با جنریشن تصویر درش باقی میمونه. حالا شما اگه مدل‌های پروند شده رو یا پروند رو دانلود کنید، دیگه نمیتونید با اون مدل بیاید و عمل فاین تیون رو انجام بدین. چرا؟ چون داده‌های مربوط به ترنینگ ازش حذف شده. فقط میتونید با اون مدل بیاین دیتا، یعنی تصویر تولید کنید، عمل جنریشن انجام بدید. خب تنها ایبش اینه، حالا شاید شما اصلا نیاز نشه باشه که کار فاین تیون انجام بدید، فقط می‌خوایم ازش استفاده کنید. خب چه بهتره که
مدل با حجم کمتر دانلود کنید، فضای هارد دیسکتون کمتر اشغال بشه. خب این خیلی مزیت بزرگی هست دیگه، شما ممکنه بعضی جا هر دو مدل در کنار هم گذاشت بسته به نیازتون هر کدوم خواستین دانلود کنید. و همونطور خدمتتون عرض کنم داده‌های حصری معمولا مرتبط با ترنینگ هستن و برای ترین کردن داده جدید مناسب، چون این قابلیت ازش حذف میشه و میشه ازش فقط برای تولید تصویر استفاده کرد. یک اصطلاح دیگه VAE هست. VAE چیه؟ یک آپدیتی است برای مدل‌های ورژن 1.4 و 1.5 که روی کیفیت، به خصوص کیفیت رنگ‌های تصویر تأثیر داره. گاهی اوقات شما یه جایی یک مدلی دانلود می‌کنید، بغل دستش مثلا ممکن نوشته بشه که این فایل نیاز داره که یک فایل VAE هم باهاش دانلود بشه. شما اگه از اون مدل استفاده کنید بدون VAE کیفیت رنگاتون بسیار ماته، تصویر نهایی جالب نباشه، بسیار بی‌کیفیت باشه. اما اگه در کنارش VAE هم دانلود کنین، خب خیلی چشمگیره و رنگ‌ها کیفیت بسیار بالایی پیدا می‌کنن، کیفیت تصویر بهتر میشه. یه یک فایلی هست با حجم کمتر، خب مخفف وریشن اتو انکودر هست، از این سه تا حرف ابتدایش استفاده شده و خلاصه شده به VAE. معمولا مدل قدیمی‌تر هست، ممکن در کنارش یه فایل VAE باشه که بعد اونو به خود نرساتون بگین که کجاست انتخاب کنید و به صورت فایل مجزا باشه و با حجم کمتری از مدل. به عنوان مثال مثلا 200 مگابایت مدل اصلیتون هست 2 گیگ، این فایل 200 مگابایت در کنارش هست. گاهی اوقات هم نیاز دانلود مجزا نباشه، این VAE رو در خود مدل قرار میده اون توسعه دهنده، که در این حالت اگه شما دیدید جایی که نوشته baked، یعنی بیک شده، به این صورت نوشته بشه baked یعنی که داخلش VAE داره دیگه، شما نیاز نیست واسش VAE انتخاب کنید، یعنی که واسش VAE در نظر بگیرید یا دانلود کنید. خب اگه baked نباشه به شما میگه آقا این مثلا VAE باید این VAE تایی، چون VAE مختلف هم دیگه اسامی مختلف داره. بعضی از VAE برای به مناسب تصاویر رئالیسم یا واقعیت‌گرایی یعنی استفاده میشه و مناسب، بعضی VAE برای تصاویر انیمیشن مناسبه و کاربری مختلف داره و ورژن مختلفی داره. حالا بسته به نوع کارتون اون مدل پسدنده بهتون توصیه میکنه که از این VAE استفاده کنید یا اون VAE که مد نظر برای شما برای دانلود میذاره بسته. خب خود فایل VAE رو باید، حالا من اینا بران در خود نرسا که نصبش کردیم، من خدمتتون عرض میکنم به بیشتر توضیح میدم که تو این مسیر باید بخش مدل و پوشه VAE با تمر اونجا کپی کرد، از اون نرسا میشه اون بخشش میاد این فولدر رو میخونه، فولدر VAE رو، و از اونجا میاد چیکار میکنه، میتونی اون VAE چند تا VAE داخلش هست یکی از اونها انتخاب کنیم و ازش استفاده کنیم. دو نمونه از دکودرهای بهبود یافته VAE MSE و EMA هستن که ممکنه این دو تا پارامتر تو خود اسم فایل اسم مدلتون باشه. اگه وقتی این اسم برخورد کردی میتونید که توش VAE مثلا فرضاً اینش EMA only یا MSE only یا مثلا هر دوتاش ممکن باشه. خب نوشته پس از این دوتا VAE توش ممکن استفاده بشه. فلوت 16 فلوت 32 که من خدمتتون توضیح دادم قبلا، این توضیح کلی خدمتتون گفتم که فلوت 32 دقتش پرسیژنش کامله ولی فلوت 16 دقتش نصف اون هست. و اگه جی پی یوتون حافظه گرافیکی بالایی داره میتونید از فلوت 32 استفاده کنید که سرعت عملش هم بیشتر باشه، دقتش هم بالاتر باشه. اما اگه حافظه گرافیکیتون پایین هست بهتره که از فلوت 16 استفاده بشه که البته نتایجشون اختلاف کیفیت فاحشی نداره و میشه به قولم جایگزین کرد. خب ما در ادامه دوره میخوایم در مورد استیبل دیفیوژن صحبت کنیم در بخش بعدی و اینکه بدونیم چی هست. یک رابط کاربری تحت وب آفلاین برای کاربری پیشرفته است. استیبل دیفیوژن وب یو آی اومده بعضی معایب و مشکلات موجود در مدل استی که بعضی محدودیت وجود داره، به عنوان مثال شما در مدل استی نمیتونید بیشتر از 75 تا تگ تو پرامپت داشته باشید، اما تو این رابط کاربری اومده به عنوان مثال یک از این بهبوداش این است که این محدودیت رو برداشته و تا جایی که شما حافظت اجازه بده میتونید از پرامپت استفاده کنید. و یکی از رابطه کاربری پرطرفدار که ما قرار ازش استفاده کنیم اتوماتیک 11.11 هست و حالا در ویدیو بعدی در مورد نصبش من خدمت شما توضیح خواهم داد. و قابلیت نصب روی ویندوز، مک یا حتی گوگل کلاب رو داره. حالا ما روی ویندوزش رو خدمت شما توضیح میدیم و میتونید از این آدرس اونو دانلود کنید. حالا ما در ویدیو بعدی در مورد نصبش در خدمت شما خواهیم بود. خب همراهان عزیز فرادرس، در این بخش قصد داریم در مورد نحوه نصب و راه اندازی استیبل دیفیوژن وب یو آی ورژن اتوماتیک 11.11 صحبت کنیم. قبل از هر چیزی یک دو تا پیش نیاز داره که بعد اونها رو انجام بدیم و بعد بریم سراغ نصب خود برنامه اصلیمون. ابتدا وارد سایت git-scm.com میشیم و میایم وارد قسمت دانلود و از اینجا بسته به سیستم عاملمون، سیستم عامل ویندوز هست، میام روی ویندوز و ورژن
64 بیتی شو، حالا چون ویندوز هم 64 بیتی هست دانلود میکنه. اگه شما 32 بیتی دارین ویندوزتون هستش به اصطلاح اون دانلود کنین، بسته ویندوزتون حالا هر کدوم مناسب تر انتخاب کنین. من اینو دانلود کردم قبلا و در پوشه فایلز اند کدز قرار داره. خب مورد بعدی باید وارد سایت python.org بشید در این قسمت و میان قسمت دانلود و اگه سیستم عاملتون ویندوز هست وارد بخش ویندوز میشین و دقت کنید تنها ورژنی که با وب یو آی کار میکنه ورژن 3.6 هست. اینجا سرچ بکنید در این قسمت و این ورژن رو باید دانلود کنید. خب و بسته به اینکه ویندوز 32 یا 64 بیت هست یکی از این دو تا گزینه رو انتخاب کنید. من چون ویندوز 64 بیت هست این از قبل دانلود کردم و در پوشه فایلز اند کد من رو فصل 1 قرار داره. خب این دو تا باید نصب کنید الان که بتونیم بعدش بیان سراغ نصب اصلی برنامه. این رو اگه اجرا کنیم فقط نکست رو میزنیم، بقیه تنظیمات چیز خاصی نداره تا اینستال بشه. چون از قبل نصب کردم این قبلی آن اینستال میکنه دوباره روش نصب میکنه. این که نصبش تموم بشه میریم سراغ نصب پایتون. خب این تیکش رو برمیداریم. خب اینجا میبینیم که باید به راسکیپتون اضافه بشه دیگه، این دفع گزینات گیت اضافه میشه و حالا میریم سراغ نصب پایتون. پایتون وقتی میخواد نصب کنیم باید بیاین حتما این تیک رو بزنیم at python 3.10 to pass، این رو باید بزنیم و حالا اینستال نام میزنیم که نصبش انجام بشه. منتظر میمونیم که نصبش تموم بشه و بریم سراغ بقیه مراحل کار. خب تا این نصبش تموم بشه من میرم اینجا باید بیان سایت github.com و اوتوماتیک 1111 رو بزنید. وقتی وارد این صفحه شدید میان اینجا و روی این گزینه Stable Diffusion Web UI کلیک میکنید. خب کلیک میکنید یکم پایین تر که ببینید که رابط کاربری برنامه‌تون به شما یک پیشنمایش نشون میده. این هم که نصبش تموم شد و اینا کلوز میکنید. اینی که شما میبینید این باید نصبش کنید. نصبش به چه صورت هست؟ میان اگه پایین تر بیان اینجا یک توضیح برای نصبش داده که روی ویندوز به این صورت. این نسخه که می‌بینید ما الان نصبش کردیم، گیت رو هم نصب کردیم و میایم این عبارت رو کپی می‌کنیم. اینو کپی می‌کنیم. این در یک جایی از محیط هارد دیسک اون من میام اینجا داخل خود پوشه فرادرس. اینجا یک علامه دارم که همون گزینه راست کلیک رو می‌زنم و گیت بش هیر رو می‌زنم و اینجا میام اون عبارت کپی کردم و اینجا پیست می‌کنم و ملاحظه می‌کنم که کارش انجام میشه. اینو چیکار می‌کنم؟ میاد کل این فایل هایی که اینجا هست و کلون میکنه و میاد یه کپی ازش روی هارد من ایجاد. همین تموم شده، این کپیش انجام داد. کپیش که انجام شد من میام داخل این فولدری که ایجاد کرد، نکنه این فولدر فرادرس بود، این فولدر رو ایجاد کرد دیگه. من میام داخل این فولدر و میام پایین تر و این عبارت که ویندوز بچ فایل هست نمیشه وب یو آی که ویندوز بچ فایل هست و این رو اجرا میکنم. این اگه اجرا کنم میاد چیکار میکنه؟ میاد یه سری از فایل هایی که نیاز هست و خودش میاد از اینترنت دانلود میکنه و نصب میکنه. خب منتظر میمونیم که کار نصبش تموم شه. این یه مقدار طول میکشه چون کلی فایل باید دانلود کنن، شاید حوالی بشه چند گیگ بشه. خب بعد از اینکه کارش تموم شد من با ادامه ویدیو در خدمتتون خواهم بود و به شما میگم که بعد از اون چه کار باید انجام بده. خب دوستان عزیز وقتی این آدرس به شما نمایش داده میشه یعنی اینکه نصبش به پایان رسید. من اگر روی این آدرس کلیک کنم یعنی انتخابش کنم میگن یعنی که بیا من مستقیما توی مرورگرم تایپ کنم دیگه 127.76. خب میگن که این محیط رابط کاربری من کلا تحت وب هست و اجرا میشه و اونا خیلی هم که از این بعد باهاش کار کنم. حالا در مورد اینکه بخش های مختلف چی هستن و چه کاری میشه باهاش انجام داد و به چه صورت میشه راه اندازیش کرد و خروجی ازش گرفت در بخش های بعدی در مورد صحبت خواهم کرد. خب دوستان عزیز خیلی خوشحالم که تا اینجا کار با ما همراه بودید. ما با موفقیت اومدیم استیبل دیفیوژن وب یو آی اتوماتیک 1111 رو نصب کردیم و حالا یک توضیحات کلی شامل کلی از محیط برنامه خدمت شما میدیم که بدونید که علی حساب با چی سر و کار داریم. بخش های مختلفی داره. نکنید شما که اسکریپت رو اجرا کردید و داشتین فایل ها نصب میکرد اومد یک مدل ورژن 1.0 من باهاش دانلود کرد. این مدل کجاست؟ من میام خود محیط
پوشه فرادرس هم پوشه استیبل دیفیوژن وب یو باز میکنم، میام چند تا پوشه دارم. خب پوشه اصلی که مدل ها داخلش هست اینجاست، میشه مدلز و میاد استیبل دیفیوژن، اینجا این فایل از اینجا میخونه. یعنی من اگه هر مدلی که دانلود کردم اگه تو این پوشه بذارم، میام اینجا یک بار رفرش میکنم و اینو از اینجا میتونم انتخاب کنم. اگه دقت کرده باشید تو اسمش نوشته که ورژن 1.5 pruned EMA only، یعنی VAE از نوع EMA فقط داره و اینکه prune شده یعنی موارد مرتبط با ترینینگ ازش هست رو و فقط برای جنریشن میشه ازش استفاده کرد. حجمش هم حدودش 4 گیگ هست، یعنی 3.90 خورده الان میکنم دقیقاً ببین چقدر هست، 3.97 دیگه، یعنی غیر پرون شدهش 7 خورده گیگ بود که ما پرون شد و شد حدودش 4 گیگ بود. خب مورد دیگه مورد VIE هست. VIE اینجا قرار خوش نمیشه put VIE here. شما وقتی VIE اینجا قرار بگیری باید تو برنامه از یه جای انتخاب کنی. به طور پیش فرض خیلی از این منو نیستن در دسترس شما، برای کاربرای حرفه‌ای تر هستش، برای کاربرای عادی و معمولی این ابزارهایی که شما اینجا می‌بینید کفایت می‌کنه. اما من می‌خوام به عنوان مثال بیام و VIE هم بتونم انتخاب کنم دیگه. یه وقت یه مدل نیاز داشت که با VIE خاص خودش باشه، میان اونو بتونم انتخاب کنم، میان تو سیتینگ و از قسمت تنظیمات برنامه است دیگه، از قسمت یوزر اینترفیس و میام اینجا. نکنید این قسمت نمیشه کویک سیتینگ لیست، اینی که انتخاب کرده همین چیزی هست که شما اینجا میبینید، این دراپ داون باکس که اینجا هست همین هست، نمیشه استیبل دیفیوژن چک پوینت، اینو اینجا هست از اینجا فعالش کرده. خب پیش‌فرض این فعال کرد، من اگه اینجا کلیک کنم و VAE رو تایپ کنم نمیشه STVAE. خب اگه STVAE رو انتخاب کنم میام اینجا یک بار اپلای سیتینگ رو بزنم و حالا UI رو یک بار ریستارت کنم که اون VAE هم نکنه الان فعال شد. VAE الان اتوماتیک داره و نان خواهید، یعنی هیچ کنون از VAE استفاده نکن، اتوماتیک خودش اتوماتیک VAE متناسب با اون مدل انتخاب کنه. اگه VAE تو اینجا بذاری میتونی از اینجا لیستش رو ببینی و انتخاب، هر بار که فایل کپی میکنی اینجا رفرش رو میزنی اسمش به این لیست اضافه میشه. خب اینجا هم بخش پرامپت هست. حالا در مورد پرامپت ها ما تو فصل بعد خیلی مفصل صحبت میکنیم و نگاتیو پرامپت ها، پرامپت مواردی تو تصویر باید باشه، نگاتیو پرامپت مواردی تو تصویر نمیخوایم باشه، نمیخوایم ببینیم. نوع سامپلر هست، نوع نمونه برداری هست که میبینیم، گزینه متعددی هست. حالا اینا چی هستن در موردش در فصل بعد صحبت خواهیم کرد. تعداد استپاش اینجا میتونید تنظیم کنید که چه تعداد باشه، مثلا هر عددی که خواستید میتونید شما اینجا بذارید. اینکه این گزینه ریسرفایس برای استفاده از اینکه تعادل چهره رو در تصویر بهتر کنه، البته خب همیشه خوب جواب نمیده. تایلینگ برای تولید تصاویری هست که تکسچر هستن، مثل تصاویر پارچه که تصاویر دائم درش تکرار میشه و حالت کاشیوار داره. هایلایت فیکس هم برای یکی از روش‌های آپ اسکیل است که تصویری که شما تو ابعاد به عنوان مثلا 512 در 512 اینجا تعیین می‌کنین و بیاد مثلا به عنوان مثال به یک سایز بزرگتر، مثلا 2 برابرش آپ اسکیل بای 2 2 برابرش کنه. خب بچ کاونت، تعداد بچه‌ها که این بچه‌ها چی هستن روش صحبت خواهیم کرد. بچ سایز، تعداد هر دسته تصویر و تعداد تصویر در هر دسته، یعنی تعداد تصویر خروجی شما در هر جنریشن هر توی تصویر حاصل از این دو تا. اگه من اینو بزنم روی فرضاً 4 و اینو بزنم روی 2، در مجموع 8 تا 2 8 تا تصویر خروجی خواهیم داشت. CFG اسکیل هست که در موردش صحبت خواهیم کرد، میزان تبعیت مدل از پرامپت‌های شما هست. سید که حالا در موردش صحبت خواهیم کرد که حالا عددی است که مدل به هر تصویر تخصیص میده و اسکریپت هایی که شما میتونید همزمان با تولید تصویر ازش استفاده کنید، در موردش صحبت میکنیم. مثلا اینجا هم پنجره خروجی شماست، اینجا هم استایل شما میتونید پرامپت ها رو در قالب استایل ذخیره کنید که نیاز نباشه هر بار تایپ کنید، اینجا فقط میتونید خیلی راحت انتخابش کنید و راحت ازش استفاده کنید. اینجا خروجی دایرکتوری خروجی شماست که محلی است که پوشه ذخیره میشه. حالا محل خروجی تصاویر تولیدی شما میام اینجا و سیوینگ توی دایرکتوری، اسم پوشه چی باشه از اینجا تعیین میکنین دیگه. اینجا روی ویکی کلیک کنین میاد اینجا، از حالت مختلف میده از پترناش استفاده کنین. برای مثال میخواد اسم پوشه تو نام سید باشه، این سید رو میتونید به این صورت اینجا بنویسید یا دیت باشه. اینجا به طور پیش‌فرض بر اساس تاریخ روز هر تصویر تو اون فولدر ذخیره میکنه و یعنی شما اگه امروز یک تصویر تولید کنین و فردا یک تصویر تولید کنین، این تصویرها در پوشه‌های مختلفی متناسب با تاریخ ذخیره میشه. میتونی شما اینو برداری و به اساس سامپلر جدا، به اساس مدل نیم جدا کنین، حالا شما هر جور که خودتون دوست دارین بعداً میتونین تغییرش بدین. بعد در نهایت باید اپلای سیتینگ و حالا گاهی اوقات نیاز دارید یو آی رو بزنید یا هر دو تا رو با هم بزنید، ولی در اصل اپلای سیتینگ رو باید بزنید که تغییرات اعمال بشه. و مورد دیگه
در مورد خود فایل ها هست، فایل هایی که با چه پسوندی ذخیره بشن، پی ان جی به نظر من پیش‌فرض خوب هستش، و اینکه فایل ها با چه اسمی ذخیره بشن. خب اینجا باز همون ویکی هست دیگه، همون صفحه ویکی باز میشه و اینجا میایین دوباره از این پترن ها میتونی استفاده کنی. مثلا میخوام در اسم فایل خروجی سید باشه، یه دونه کاما میذاریم و مثلا سی اف جی باشه، مراجعه خودتون خواستین دیگه، و دیت تایم ساعت و زمان دیگه، یعنی چه ساعت و چه زمان، حالا مهم نیست، شما هر چیزی میتونید در نظر بگیرید. پیش‌فرض اگه اینجا بود، پیش‌فرض اگه شما خالی بذاری خودش پیش‌فرض یک عددی به ترتیب یکی یکی اضافه میشه و براش در نظر میگیره. بعد مورد بعدی هم کالا به فراخور نیاز در مورد صحبت خواهیم کرد. بخش PNG Info که گفتیم در موردش که تصاویری تولید میکنه، از اینجا میتونیم ببینیم که اطلاعات تولیدش به چه صورت بوده. بخش IMG که در مورد تولید تصویر بر اساس تصویر و همچنین ایجاد تغییر در تصویر هستش که در موردش صحبت کنیم. اکسترا سری پارامتری هست که میشه شما از مواردی که درش هست تغییر در خود تصویر ایجاد کنید. یک مرحله شما برای آپسکل تصویر استفاده میکنید. حالا چیز بعدی خیلی حرفه‌ای‌تر هست، ساخت چک پوینت، همونطور خدمتتون عرض کردن، ساخت مدلی بر اساس مدل‌های دیگه است. حالا در مورد اینش در این دوره صحبت نمی‌کنیم چون مباحث حرفه‌ای‌تر از و زیاد توی مباحث ما نمی‌گنجه. خب پس آخرین مورد اکستنشن ها. اکستنشن ها مواردی هستن مثل پلاگین ها. شما تو فتوشاپ پلاگین دارید، توی نرم‌افزار مختلف پلاگین دارید، اینجا هم پلاگین دارید. پلاگین هایی که شما میتونید نصب کنید توی این محیط، یه سریشون اینستال هستن، یه اینستال هستن، یه نصب هستن. خب لورا، LDSR، یه نوع سامپلر لورا، یک نوع نتورکی هست، نتورک فاین تیون شده است که به مدل شما اضافه میشه و یک قابلیت مدل شما اضافه میکنه. اسکیونت و سوین آی آر، اینا هم نوع ابزار آپسکل سازی هستن، یه سری ابزار جمعی که روش نصب هست. پیش فرض اویلیبل اگه بزنید و لود فرام رو بزنید، از این آدرس لود میکنه. پلاگین هایی که در دسترس هست یا همون اکستنشن هایی که در دسترس هست و شما میتونید از اینجا لود کنید و البته اینجا الان حالا مشکل داره، نمیدونم علتش چیه، میتونید بعدا لود و اینترنت واسه الان لود میشه، اسامیشو ببینید. و به عنوان مثال هر کدوم از اینا که شما انتخاب کردید، حالا بعدا در موردش توضیحش میخونید، به کار شما اومد اینجا توش اینستال بزنید. گاهی اوقات نیاز داره که شما بعدش بیاید تو سدینگ و ریلود کنید که اون تغییرات اعمال بشه، یا اینکه بیاین از یه URLی فرضاً توی یک سایت گیت هاب میدین و بناسب توی سایت گیت هاب میدین و یک جا به شما گفته که این پلاگین اگه میخواد نصب کنی با این آدرس باید انجام بده، اون آدرس میاد اینجا کپی میکنی و اینستال میذاری، مستقیم نصب میشه و میتونی اینجا از حالا اکستنشناتون بکاپ بگیرید و یا ریستور کنید، حالا بقیه کارها رو انجام بده. خب این توضیحات کلی بود فعلا در مورد محیط استیبل دیفیوژن وب یو آی مون. در ویدیوهای بعدی هم در مورد اینکه به چه صورت کار میکنه با ما همراه باشید.